کمی ببینیم که در مورد هر یک از این گروه های چارگانه یا دستبندی های چارگانه که در مورد گرایش های فکری و افکاری در جهان اسلام وجود داره و این تقسیمی که مسلمان را کردن ببینیم که درباره تفصیلات چی میگن. میگن که بنیادگراها یا فاندیمنتالیست ها یا اصولی ها به زبان عربی دشمن سرسخت غرب به ویژه ایالات متحده بوده و قصد نابودی مدرنیته دموکراتیک را دارند. حمایت گاه و بیگاه غرب از آنها یک گزینه راهبردی نیست، یعنی استراتژیک نیست، به درد نمیخوره، بلکه صرفا ملاحظات تاکتیکی گذرا است. به طور کلی سنتگرایان نگرش و دیدگاه میانه رو دارند. با این حال میان گروه های مختلف سنتگرایان اختلاف های مهمی وجود دارد، یعنی داخل باز مشکلات است. شماری از آنها به بنیادگرایان نزدیکترند، اما هیچ کدام علاقه ژرف به دموکراسی مدرن، فرهنگ و ارزش های مدرنیته ندارند. در نهایت خوشبینی می توان با آنها فقط یک گام نگران کننده برداشت. یعنی میگه که طبعا بنیادگراها فاندامنتالیست ها طبعا با قطعا ما اینا دشمن های ما هستن، واضح میگه که اینا دشمن هستن، کلمه اینی میره بهشان استعمال میکنه، دشمن برشان میگه، نمیگه که اینا یعنی خصم هستن یا رقیب هستن. طبعا بین خصم و رقیب طبعا فرق بسیار بزرگ است، یعنی شما فرق کلان است. اینجا میگن که the fundamentalists are hostile to the West and to the United States in particular and are intent to varying degrees on damaging and destroying democratic modernity. Supporting them is not an option except for transitory tactical considerations. یعنی بنیادگراها دشمنهای غرب هستن و اینا میخوان که دموکراسی غربی را و ایالات متحده امریکا را نابود بکنن و اینا هم باز داخل خود تفاوتای بنیادگراها هم دیدگاه و افراد یعنی گروه های متفاوت هستن، درجات متفاوت هستن، لیکن گپ اساسی اینا هست که اینا با هم به اتفاق دارن که میره میخواین که destroying democratic modernities این ایراز بین ببرن. خواه باید به این خاطر با اینا قطعا همکاری صورت نگیره، تکتیکی میشه ازتون استفاده صورت بگیره، همراهشون همکاری شه، ولیکن در دراز مدت باید این کار نشه. تردیشنالیست یا کسایی که اینا محافظه کار هستن یا سنتگرا هستن، به تعبیری که خود گفته میشه که اینا کمی معتدل هستن در عموم و هم دستای مختلف هستن، اینا هم دیفرنت گروپ هستن، این گروپ های مختلف هستن، اینا هم یک گروپ نیستن سنتگراها، لیکن بعضشان نزدیک هستن به بنیادگراها. و یک جای میگیم که لیکن در مجموع در کل اینا اندیشه های به اصطلاح کمک معتدل هستن، یعنی خواه به صورت. لیکن مدرنیست ها چیز هم دیگه، مدرنیست و سیکولاریست آر کلوز تو دی ویست. مدرنیست ها دیگر اندیش ها روشن فکر ها یا روشن فکر های دینی به تعبیر دیگه که بعدن گفته میشه حداسی ها اینا و دیگه همچنان این مدرنیست ها و همچنان سیکولار ها، طبعا بین سیکولار و مدرنیست ها اینا فرق میگذارن. سیکولار و سیکولار بین کسایی است که اونا فقط میخوان اسلام در دایره خاص محدود شوه و ربطی به زندگی نداشته باشه، لیکن مدرنیست ها میخوان که اسلام ریفرم کنن، اصلا خود اسلام ریفرم کنن و اسلام اصلاحات بیارن، کم و زیاد کنن. همین کاری که روشن فکرای اون گروهی که به نام روشن فکر دینی باید میشه دیگر اندیشا انجام میتن. دی مدرنیست که ادیشن طرفدار غرب هستن، دی مدرنیست اند سیکولاریست آر کلوز تو دی ویست in term of values and policies. مدرنیست ها و سیکولار آلمانی ها اینا با غرب نزدیک هستن و با غرب از نظر ارزش ها و پالیسی ها با هم اینا با هم نزدیک هستن. لیکن مشکل مدرنیست ها و سیکولار ها ایست که در جهان اسلام however they are generally in a weaker position، اینا یک موقف ضعیفتر دارن، ضعیف هستن، یعنی از نظر پاپسان تشریح میکنن که ضعفشون در چیز then the other groups، اینا از گروپ های دو گروه از گروپ بنیادگراها و تردیشنالیست ها اینا ضعیفتر هستن then the other groups lacking powerful backing، اینا حمایت کامل ندارن از نظر financial resources، منابع اقتصادیشان ضعیف هست، کم هست،
دیگه اینا ساختارهای زیاد مؤثر ندارند. inactive, ineffective infrastructure is even های سخت نمیست مؤسسات مراکزی که پا ندارن زیاد and the public platform اینا من برای مردمی هم ندارن که پا تبلیغ بکنن. این مدرنیست ها ای باشن، این مشکل مدرنیست است. یعنی یکیست که اینا از دیگر راکت ضعیف هستن، تانوز اینا حمایت ندارن، حمایت قوی ندارن در جهان اسلام، از خود جهان اسلام البته. اینا از نظر مالی منابع زیاد ندارن، زیاد زیربناهای قوی مانند مؤسسات و مدارس و ایپا بیشتر ندارن، همچنان منبرهای مردمی ندارن. لیکن سیکولارا the secularists besides sometimes being unacceptable as allies on the basis of their broader ideological affiliations also have trouble addressing the traditional sector of an Islamic state. مدام مسیر هم میخواه بگه که سیکولاریسا اینا از یک طرف از پایگاه قوی برخوردار نیستن، دیگه ایست که چون همیشه اینا با غرب وابسته، با غرب بودن، با غرب پیوند خوردن، به خاطر که پایشان زیاد مؤثر نیست و همچنان سیکولاریسا در مجموع ناکام بودن در بس موارد. به خاطر ای خب بعد خب بازم دیگه فارسیش میگه که مدرنیست ها و سیکولار ها از نظر ارزش ها و خط مشان از ترین گروه ها به غرب شما رو شما رو بیرن. خب بر صورت من بر شما شرح کردم. بازی رو بگه که اسلام ارتدوکس یا اسلام رسمی و می رو بخوانم بهتر است. اسلام ارتدوکس در برگیرنده مؤلف های دموکراتیکی است که می توان با این مؤلف ها به مقابله با اسلام اقتدارگرای بنیادگران پرد. یعنی می خواهی که مسلمان رو با هم بندازد ولی نمی توان آنها را ابزار اصلی اسلام دموکراتیک تلقی کرد. می که از اسلام از اینا استفاده شده می توانه لیکن در مقطعی زیدی بنیادگراها ها، لیکن در دراز مدت اینا نمی توانه که از شای دموکراتیک قسمی که رند می خواهی بگوه از او حمایت بکنه. مدرسه میگه که مدرنیست ها اسلام مدرنیست ها اسلام مدرنیست ها اسلامی یعنی همی کسایی که به نام روشن فکر دینی خود را جامعه زنن و به نام دیگرندیش و نواندیش خود را مطرح میکنن. مدرنیست ها یعنی همین گروپی که از رهبرایش و کسایی که خط فکریشان در مجموع جهاد میتند که جهان اسلام مثل نصر حامد ابو زید که مرد و همچنان محمد درگون، محمد عبد الجابری، عبد الكريم سروش، مصطفی ملکیان و کسای دیگه از این قبیل که در جهان اسلام به نام امیر غامدی که در پاکستان است، اینا در مجموع مدرنیستا این کسای هستند. مدرنیستای اسلامی بهتر می توانند این نقش را ایفا کنند گرچه قید و بندهای زیادی کارآمدی آنها را محدود ساخته است. ایالات متحده و غرب برای تشویق تحول مثبت در جهان اسلام نسبت به دموکراسی، مدرنیته و سازگاری با نظم بین المللی جهان کنونی باید به دقت مؤلفه ها، گرایش ها و نیروهای درون اسلام را که خواهان تقویت دموکراسی و مدرنیته هستند شناسایی کنند. همچنین ارزش ها و اهداف همراهان بالقوه خود را بررسی کرده و بدانند که توسعه دستور کارها احتمالا چه پیامدهایی خواهد داشت. ترین رهیات ترکیبی احتمالا شامل مؤلف های زیر خواهد بود. بعد از این طبعا در گزارش ماسی غرند به تفصیل ذکر میشه که مدرنیست های چیزی که جریان روشن فکری دینی جهان اسلام خود میخوانند و گفتم کسایی که رهبری اینا را کسان مانند از نظر فکری محمد ارگون که در الجزایری بود، در فرانسه تدریس میکرد، در سوربون که وفات کرد و همچنان محمد عابد جابری ببخشین در المغرب و همچنان محمد شهرور و کسای دیگه از این قبیل، هاشم صالح در جهان عرب و همچنان دکتر عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان در ایران و در حوزه فارس زبان و هم شخص مانند غامدی در پاکستان و کسای دیگه از این قبیل که من بعضی نامایشون رو گرفتم که اینا به اصطلاح لوا و بیرق مدرنیسم یا روشنفکری دینی رو دگراندیشی رو به زعم خودشون حمل میکنند و اینا میخوان در اسلام اصلاحات به وجود بیارن، اسلامی که با تمام ارزش‌های غربی هماهنگ باشه، منسجم باشه، هیچ اشکال نداشته باشه و دقیقاً چیزی که غرب میخواد که اسلام جدید، اسلام دموکراتیک و مدنی ترویج شه و در اون صورت غرب مسیر راند پیشنهاد میکنه، یعنی مسیر استشراقی راند پیشنهاد میکنه که باید چی کار صورت بگیره که از مدرنیست‌ها حمایت شه. چی کار شه از جریان روشن فکری دینی؟
چاپ توزیع آثارشان با تخصیص یارانه ها، یعنی با سبسایدی آثارشان چاپ شوند، نشر زمینی، نشر افکارشان، نشر کتابهایشان، مجلاتشان، سبشان. تشویق به نوشتن برای مخاطبان عام به ویژه جوانان. مدرنیستا باید روشنفکرهای دینی یا مدرنیستا یا حداسی ها باید تشویق شوند که بنویسند، مقاله نوشته کنند، کتاب نوشته کنند، خصوصا بر نسل جوان. دیگه است که طرح دیدگاه های آنان در برنامه های درسی و آموزش های دینی، یعنی دیدگاه های مدرنیست های دینی، کسایی که میخواند اسلام ریفورم اصلاحات بیارن، اسلام به اصطلاح کم و زیاد کنن تا برابر شود با ارزش های غربی در مجموع در کل، اینا باید برشان دیدگاهشان طرح شود در کتاب و در برنامه های درسی، در برنامه های آموزشی، در نصاب تعلیمی دینی، خصوصا در مدارس دینی، مراکز دینی، فاکولته های شرعیات باید دیدگاه از اینا مطرح شود، خواهی نها اونجا نفوذ بکنند. ارائه خط میشه که الان عنوانان یک استراتژی بشن بعد داده شده که برای اینا باید برای مدرنیستا یک استراتژی داده شده، برنامه برشن داده شده که او تطبیق کنند. طرح پرسش های بنیادین در خصوص اندیشه ها و داوری های مرتبط با تفسیرهای مذهبی برای مخاطبان عام، اینا باید پرسش ها را مدرنیستا پرسش ها را سوال های جدید به ارتباط دین مطرح کنند، اندیشه و قد در باره قضاوت های مردم به تفسیرهای مذهبی برای مخاطبان یک چیز جدید مطرح کنند. مثلا اگر کسی گفت که به طور مثال حجاب در اسلام فرض است، اینا تفسیر دیگه را کنند که نه، در اسلام در حجاب در اسلام وجود نداره، یعنی اصلا حجاب نیست. اگر کسی گفت که سود حرام است، اینا مطرح کنند با دید دیگه بگن که نه، در اسلام سود کلا حرام نیست، سود جایز است. اگر کسی گفت که عالم گفت یا دانشمندان گفتن در اسلام که حدود باید تطبیق شود، حدود اینا بگن که نه، حدود مرتبط به یک زمان مشخص معین بود، و قسمی تعویل بکنن که حدود دیگه تطبیق نشه. خب این امر به خاطر رقابت ها و اندیشه ها و بارهای بنیادگرا سمگران است که دارای پایگاه اینترنتی، انتشارات، مدارس، نهادها و بسیاری دیگر از ابزارهای ترویج اعتقاداتشان هستند. خب به این خاطر چون دیگه باز نظر مؤسسه ران بر اساس مطالعه که انجام داده که چیزی که اونا گروه که بنیادگرا میخوان حرکت های بیداری اسلامی را در مجموع و کسای دیگری که اینا محافظه کار میخوانند یا تقلیدی یا تردیشنالیست یا سنتگرا میخوانند، اینا میگن که در جامعه قوی هستن، اینا مراکز دارن، مدارس دارن، مؤثر هستن، مساجد دارن، منبر دارن. خب ما میگن مدرنیست ها رو باید روشنفکرهای به اصطلاح دینی را، نوگراه ها را، نوندش ها را، ما اینا رو باید حمایت بکنیم، تقویت بکنیم در مقابل این جنایه دیگر بنیادگراها و تردیشنالیست ها یا سنتگرا ها به اعتبار زمان تضعیف شوند. خب کار دیگه که میگه بو رند پیشنهاد میکنه ایست که اشاعه تفکر سیکولاریزم و مدرنیزم، هم سیکولاریزم یعنی المانیت یا لایزم، سیکولاریزم که دین از زندگی جدا میکنه، ایره نشر بکنیم وقت مدرنیزم. تمام فرق بین سیکولار مدرنیست هم اینا سیکولار هستن، یعنی اینا هم نه تنها خودشان سیکولار هستن بلکه میخوان اسلام سیکولار بسازن. یعنی سیکولاریست هایی است که سیکولار ها فرقشان ایست که سیکولار به این کار نداره که خود اسلام سیکولار بسازه، اسلام بی محتوا بسازه، لیکن او میخواد که اسلام در زندگی وارد نشه. اسلام سیکولار میخواد که اسلام در مسجد باقی بانه، در دانه تسبیح باقی بانه، در شعائر خلاصه شوه، دین در سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، تعلیم، تربیه، در اجتماع و جامعه، در ادبیات، در هنر، در زندگی، در مجموع دین نقش نداشته باشه. این سکولارا ای رو میگن، لیکن سکولارا نمیخوان که این کار ندارن که خود اسلام دی سکولار بسازن، اسلام به مدعا بسازن، یعنی حد خود میشناسن. لیکن مدرنیستا علاوه بر علاوه که خودشان سکولار هستن، خودشان سکولار هستن و معتقد به جدایی دین از زندگی مردم هستن، مطابق معتقد به جدایی اسلام از زندگی و از جامعه هستن، بیرون کشیدن اسلام به باور هستن، میخوان که دین اصلاح کنن، به زعم خودشان ریفرم کنن، دین سکولار بسازن، دین به محتوا بسازن، تمام عقاید، احکام، ارزش‌های دین بالکل از دین بردارن و دی تلاش هستن و و و و تا فقط نام از اسلام باقی بانه و شکل از اسلام باقی بانه، مسلمان تنها در تذکره و در کارت مسلمان باشن و خود دین در مجموع در دراز مدت دین قسم بی محتوا شود که تقریبا شکل مسیحیت به خود بگیرن. دین در دین چون ریفورم میگیم اسلام به معنی کم شود زیاد شود، در حالی که دین خود دین پروردگار است. اسلام دین ساخته وضعی بشر نیست که خود انسان ها دین تغییر بدن، دین کم کنن، دین زیاد کنن، تا به کار بشر نیست. اسلام دین ساخت بشر نیست که
در او اصلاحات آماده بتانه، در او کم شود، در او زیاد شود، اصلا ای ممکن نیست و ای نه نه ممکن نیست. لیکن سکولار مدرنیست ها یعنی کسایی که خود روشن فکر دینی جا میزنن، دیگر اندیش میگن و بیرق مدرنیسم و دیگر اندیش دینی را حمل میکنن، مانند که شما رو در نشته های دکتر عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان در ایران و همچنان معابد جابری و قبل از اون محمد ارگون در کشورهای عربی و قبل از اون و نصر ابو زید و کسای از این قبیل شما می خوانیم که در این وقت اونا حمایت میشن، تقویت میشن، فعلا مطرح میشن، من برابرشان داده میشن و حکومت ها در وقت کشور از اونا حمایت میکنن. اینا می خواهند که در مجموع دین اسلام ریفرم کنن، اصلاح کنن، تغییر بیارن، کم کنن. طبعا تغییر که میگیم اسلام این بانه کم کردن، زیاد کردن، یا مثلا تعطیل حدود و همچنان قضیه حجاب و چیزای زیادی که در مجموع اسلام به محتوا شد. بنان فرق سکولار سکولارا و مدرنیستا در همین است. یعنی مدرنیزم دینی یا روشنفکری دینی یا الحداثه دینی این یک قدم بیشتر است که یعنی اینا کمر اصل تغییر اسلام و ایجاد یک دین جدید یا اسلام امریکایی را، اسلام غربی را، اسلام استشراقی را اینا بر اون کمر بستن، بر کار میکنن و این دید استشراق شما ببینید که تمام و این کلش مبنی بر افکار استشراقی است. یعنی شما گمان نکنید که دکتر عبدالکریم سروش یا محمد ارگون یا محمد عابد جابری همه افکارشان افکار است که اینا خودشان ابداع کردن، ابتکار کردن، بلکه نه، افکار مستشرقین بدون ذکر مصدر و منبع و اینا و افکار فارسی و عربی و زبانهای دیگه اندونزیایی رو ترجمه میکنن و به نام خود نشر میکنن و میگن که ما افکار خودمان، در حالی که ما مثل که بعدا در قضیه قرآن کریم بعدا میبینیم اینا افکارشان افکار خودشان نیست. یعنی این افکار اینا در مجموع افکار استشراقی است و طبعا در این مورد که توانم شده شده ای افکار یک ردیابی شده و ردیابی شده که چگونه افکار دکتر عبدالکریم سروش و دیگران، افکار محمد ارگون و افکار محمد عابد جابری و محمد شهرور و حامد و غامدی و کسای دیگه از این قبیل و نصر ابو زید چگونه این افکار از افکار مستشرقین در مورد قرآن و حدیث و وحی و اسلام در مجموع متأثر است و چگونه و افکار اینا، افکار وات و ریچارد بیل و مرگیلیوس و همچنان نولتکا و ماسینیون و دیساسی و افکار دیگه مستشرقین فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و هلندی را اینا چگونه به فارسی و عربی و پشتو ترجمه میکنن و به خورد مردم میدن به نام خود. طبعا این پروژه و فعلا استشراق معاصر، استشراق مدرن، استشراق جدید، فعلا استشراق نوین، برنامهش استراتژیش مثل که شما پیش میبینین نمیست که چگونه از اینا را حمایت بکنم و این یک برنامه استشراقی است. یعنی شما مدرنیزم دینی را، روشن فکری دینی را، این جریان یک جریان خودجوش و اصلاحی که از داخل جهان اسلام برخواسته باشه و در جهت تجدید اسلام با مفهوم درست و صحیح باشه، این جریان از او قبیل نیست، بلکه شما قسمی که پیش خود میبینین یک مدرنیزم دینی، یک گزینه استشراق جدید است. ببینید مسیح ران چگونه میگن ما را، شما دین که چگونه میگن را حمایت بکنید، یعنی چاپ توزیع آثارشان توزیع کنیم، به سبسیدی بتیم کتاب مثلا 50 افغانی تمام میشه ما به 10 افغانی بفروشیم که دیگه 40 افغانی شه باید ما حمایت بکنیم، برزنا منبر برشان بتیم، اینا را وارد عرصه های مختلف بکنیم. طبعا این مختصرش است، تفصیلش اصلی که پسندتر است. اشاعه تفکر سکولاریسم و مدرنیزم همچنان گزینه ضد فرهنگ برای جوانان اسلامی، اینجا اونا را به این طرف دعوت بکنیم. تسهیل و تشویق با آگاهی در خصوص تاریخ و فرهنگ غیر اسلامی و خصوصا قبل از فرهنگ پیش از اسلام در مطبوعات و دروس کشورهای اسلامی. یعنی شما ما این تسهیل کنیم، تشویق کنیم که فرهنگای قبل از اسلام، به تعبیر ما فرهنگ جاهلی قبل اسلام دوباره احیا کنیم، زنده کنیم. برای افغان مثلا فرهنگ بودایی قبل از اسلام تشویق کنیم، برای ایرانی ها، برای عربا دیگه فرهنگ بگویم، برای که یعنی قضیه طبعا باید فرهنگ اسلامی کم رنگ شه، برای مردم بگویم که تاریخ اسلام، تاریخ شما از 1500 سال پیش شروع نمیشه، بلکه شما از قبل از اونام شما وجود داشتین، تاریخ دارین، فرهنگ دارین، باید ما فرهنگ های قبلی رو زنده کنیم. طبعا و یک کار استشراقی که مستشرقین همیشه در قسمت احیا و زنده ساختن و بزرگنمایی
فرهنگای غیر از اسلام، قبل از اسلام اینا تلاش کردن. طبعا ما نمیگیم که فرهنگای قبل از اسلام باید از بین برو نابود شه و در باره از او مثلا سخن گفته نشه، لیکن هدف استشراق است که با بزرگ نمایی و مطرح ساختن فرهنگای قبل از اسلام، یعنی از یک طرف فرهنگ توجه مردم به او طرف ببرن، فرهنگ اسلامی را تضعیف کنن، کم رنگ بسازن و همچنان مسلمان ها را منقسم بسازن، چون اسلام است که مسلمان ها را با هم جمع کرده، مسلمان ها را وحدت داده، فرهنگ های مختلف در یک فرهنگ آورده. لیکن نام میخوان که دوباره پس مصری ها به فرعونیت برگردن، مثلا عراقی ها به آشوری، به فرهنگ آشوری برگردن، عرب ها به فرهنگ جزیره قبل اسلام برگردن، افغان ها به فرهنگ های بودایی و قبل از این بر بگردن، و همچنان به مترتیب هر کشور که در مجموع امت اسلامی و فرهنگ اسلامی تضعیف شود. طبعا این سخن ما به معنای از این نیست که ما مسلمان ها ما نمیخوایم که فرهنگ های قبل از اسلام کاملا نادیده بگیریم و به او توجه نکنیم، یا می حیث از او درس نگیریم، من درس نگیریم، یا او موجود نباشه. طبعا قصدا در او باره تحقیق صورت نگیره به این مفهوم نیست، لیکن دید استشراق هدف غیر از این. و همچنان کمک به توسعه سازمان‌های مدنی مستقل، ارتقای فرهنگ مدنی و فراهم آوردن فضای برای عموم شهروندان جهت آموزش خودشان در خصوص فرآیند سازی ابراز دیدگاهشان. ما فقط می‌خوام اینو بگم که متأسفانه ترجمه زیاد دقیق نیست. ترجمه فارسی در مقایسه با ترجمه انگلیسی و ترجمه عربی متأسفانه که دقیق نیست. مثلا این عین نمون نقاط پیشتر که من خواندم، این نقاط همین نقاط هستن گردم. این نقطه پیشتر در اونجا مثلا که give them a public platform، ما برزنا منبر بدیم، به تلویزیون های را مطرح بکنیم، مسجد مطرح کنیم، اینا را من حیث مفکرین پوششگرای امور دینی مطرح کنیم. حالا شما ببینید مثلا که رادیو بی بی سی مثلا یا بعضی تلویزیون بی بی سی، بعضی تلویزیون های خود داخل کشور چیگونه برای بعضی از کسایی که مثلا اسلام حداثی را یا مدرنیزم دینی را یا رواندیشی دینی را، دیگر اندیشی دینی را، روشنفکری دینی را، یا مثلا فکر اندیشی اصلاح کردن و ریفرم آوردن در اسلام، اینا مطرح میکنن، تبلیغ میکنن، چگونه برای اینا زمینه سازی صورت میگیره در کشورهای مختلف، از جمله در کشور ما در افغانستان. یعنی برنامه های خاص اختصاص داده میشه، اینا بزرگ نمایی میشن، مطرح میشن، کنفرانس ها برشان گرفته میشه تا اینا در جامعه جای پای کنن، پیدا کنن، مطرح شون. مثلا دو بیرین که make their opinions and judgments on fundamental questions of religious interpretation available to amass ideas in competition with those of the fundamentalists and traditionalists who have website publishing houses, schools, institutes, and many other vehicle for this cementing disseminating their views. یعنی شما برید اینا رو تقویت کنین در برابر بنیادگراها و تردیشنالیست ها که از مراکز قوی برخوردار هستن، وبسایت دارن، بنگاه نشراتی دارن، مکاتب دارن، مدارس دارن، مؤسسات مراکز دارن. شما میگه مدرنیست ها را، روشن فکرهای دینی را کمک بکنین تا اینا دیدگاه هایشان درباره دین و قضاوت هایشان و درباره سوال ها اینا درباره مسائل دینی و تفسیرشان از مسائل دینی در دسترس مردم باشه، در دسترس همگانی باشه، و در رقابت با بنیادگراها و تردیشنالیست ها و محافظه کارا به تبیر از اونها. یکی پوزیشن سیکولاریزم و مدرنیزم از کانتر کلچر آپشن فار دیس افکتد اسلامیک یوت. شما مدرنیزم و سیکولاریزم من حیث یک فرهنگ مقابل برای جوانایی که از متاثر نشدن از افکار فاندمنتالیست ها بنیادگرایی رو شما مطرح کنین، یعنی شما اونا را جذب، جوانا را جوانا کار کنین، جوانا را جذب کنین. خب به هر صورت این یک دید ما به خاطر متن انگلیسی را آوردیم که متاسفانه ترجمه فارسی مشکل داره، مثل که شما میبینید دقیق نیست، یعنی ترجمه ضعیف است در این قسمت هایی که ما میبینیم، و طبعا ترجمه عربی هم به این ترتیب است. بعد از این عنوان دیگه است که سپورتینگ دی تردی، ببینید که شما چگونه مدرنیست ها
یا دیگر اندیشا به اصطلاح خودشان دیگر اندیشا، اینا چگونه من حیث پارتنر و شریک غرب و شریک ایالات متحده امریکا و شریک استشراق در جهان اسلام مطرح هستند. اینا از این خب شما واضح میبینید که مؤسسه رند پیشنهاد میکنه و دوائل تصمیم گیری و فیصله و قرار و پالیسی سازات در ایالات متحده امریکا و غرب که شما از جریانی که به نام روشن فکری دینی، به نام مدرنیسم دینی، دیگر اندیشی دینی یاد میشه، شما از اینا حمایت کنین و چیزی که به شما دیدین میبینین این پیش روی شما قرار داره، این خود چیزی که یک دایره استشراقی، یک مسیر استشراقی، یک تحقیق و پرسش استشراقی در ارتباط جهان اسلام و مسلمان ایران میگه. بنابراین هیچ کسی رو گمان نکنه که جریان روشن فکری دینی یا مدرنیسم دینی یا جریان در جهت اسلام و ریفرم در اسلام است، این جریان یک جریان خودجوش و با جریان بومی و برخواسته از میان مسلمان است که میخواه در اسلام تجدید بیاره. متاسفانه با وجودی که جریان کوشش میکنه که در زیر شعارهای بسیار براق و جالب خود پنهان بکنه و خود جریان خودجوش نشان بده، لیکن متاسفانه این جریان امتداد فکر استشراقی است. من میشه میگم که امتداد فکر استشراقی، اینا از نظر فکری این جریان از فکر، از نظر فکر و اندیشه، از اندیشه ها و افکار مستشرقین اینا تغذیه میشن. و ما وقتی که درباره قرآن دیدگاه از اینا رو بررسی میکنیم، باز خوب میبینیم که چگونه دیدگاه های نصر حامد ابوزید، عبدالکریم سروش، عابد جابری و محمد شهرور و کسای دیگه از این قبیل چگونه اینا افکار مستشرقین ترجمه میکنن و او دیدگاهشان درباره قرآن، درباره وحی، درباره سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، درباره تراث اسلامی، فقه اسلامی، در مجموع تمدن اسلامی چگونه او افکار اینا ترجمه میکنن و به طرف میارن و چگونه اینا بر اساس استراتژی مؤسسات استشراقی و کتاب در حمایت حکومت های ایالات متحده امریکا و غرب مانند استشراق کلاسیک از طرف حکومت ها در اروپا حمایت میشد، اینا چگونه حمایت میشن و چگونه بر اساس استراتژی ساخته میشه. و شما و میبینید در کتاب بعدی که بنای ساختن شبکه های مسلمانان معتدل است، یعنی این گزارش طبعا یک پیشنهاد است، لیکن گزارش بعدی او نقشه راه است، یعنی به صورت عملی نقشه راه است. گزارش های بعد از او که فعلا طبعا یک 20 سال پیش است، فعلا 17 سال، 20 سال پیش است، 20 سال پیش است چیزی که میخوانیم، فعلا او گزارش عملیاتی شده، آپریشنال شده، او تطبیق میشه، عمل میشه. ما حتی در کشور خود در افغانستان نشانه هایش میبینیم که چگونه قدم به قدم در اون جهت کار صورت میگیره و این جریان آنچه که روشن فکری دینی به غلط روشن فکری دینی خوانده میشه، نوگرایی دینی خوانده میشه، نو اندیشی خوانده میشه، این جریان یک جریان سکولار، یک جریان وارداتی، یک جریان استشراقی و در حقیقت امتداد و ادامه فکر و فکر استشراقی کلاسیک و همچنان در همسویی با و در تطابق با استراتژی های استشراق معاصر و جدید کار میکنن و وجود دارن. خب حالا شما دیگه میبینید که عنوانش از حمایت از سنتگرایان در برابر بنیادگرایان که چگونه مثلا شما مسیح رند پیشنهاد میکنه استشراق مسیح استشراقی که کسایی که مسلمان ها رو با هم بجنگانیم، یعنی سنتگراها را چیزی که اونا سنتگرا میگن، تقلیدی میگن، تریزیشنست میگن، سنتگرا است، اینا را درباره بنیادگرا این حرکتایی که چیزی که اونا اسلام سیاسی میخوان که غلط است و با اینا را با هم بجنگانین، در تقابل قرار بدین. خب مثلا میگه که پیشنهاد میکنه که عمومیت بخشیدن به انتقاد سنتگرایان از خشونت افرادگرایی بنیادگرایان، ترغیب اختلاف و ناسازگاری میان سنتگرایان و بنیادگرایان. به واضح میگن علی رم یک کدام سر نیست، یک کدام چیز پوشیده نیست، بین واضح روشن برای شما میگه که شما یا برای مسلمان ها گفته میشه که قرآن پیشنهاد میکنه به حکومت ایالات متحده امریکا با دوائر تصمیم اتخاذ تصمیم و قرار تا استراتژی وضع بکنن در مبارزه و مقابله با اسلام که سنتگراها و بنیادگراها را با هم به جنگ بندازن در جهان اسلام. خواهم یعنی امیت بخشیدن، تعمیم انتقاد سنتگراها از خشونتگرایی، افرادگرایی، بنیادگرایی. کسایی که مثلا یه خشونتگرا کسایی میگن که به فکر جهاد و در حرکت های مقاومت در برابر استعمار باور دارن و افرادگرایی تمام نوافی افرادگرا تمام
افرادگرا اینا کی رو میگن؟ هر کسی که با اندیشه های سکولار توافق نکنه از نظر از اینا او چی است؟ افراطی است. به طور مثال شما ببینید که افرادگرایی یک جریان افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی افغانستان گزارش کاربردی است که سال 94 نشر شد از طرف مرکز مطالعات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که یک پارتنر و شریک بعضی مؤسسات غربی هست. و این گزارش شما نویسنده هایش هست و شما میبینید که نیک سایز که این گزارش تهیه کردن، در این گزارش ببینید که عنوانش از جریان افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی افغانستان. این طبعا نسودی مطالعات استراتژیک افغانستان هم با شیوه مؤسسه رند با کمک مؤسسات وقف دموکراسی و چندین مؤسسه دیگه در اروپا و در امریکا اینا در تمویل میشن و در چندین گزارش در آنچه که اینا رادیکالیزم یا افرادگرایی دینی میخوانند نشر کردن، درباره مدارس نشر کردن، درباره وضعیت مدارس و مؤسسات دینی در هرات نشر کردن، درباره رادیکالیزم در مؤسسات تحصیلات عالی گزارش نشر کردن، در مورد در رادیکالیزم در شبات صفات اجتماعی نشر کردن. به هر صورت ببینیم که نه رادیکالیزم چی رو میگن، افرادگرایی چی رو میگن. خب تعریف افرادگرایی رو ببینیم که نه افرادگرایی چی رو میگن. بعدا باز از این معلوم میشه که افراد یعنی هر کس افرادگراست. ببینید شما افرادگرایی خواه اینا افرادگرا ببینید در صفحه خواه بیسه پنجوه که خواه ببینید تعریف افرادگرایی اینا کسایی که افرادگرا میگن افرادگرا که ها کسای افرادی کی هستن میخواه میگن در این پژوهش از یاد بخوانیم خواه در این پژوهش در این پژوهش افرادگرایی به مجموعه ای از ارزش ها اطلاق گردیده که قدرت سازگاری افراد با ارزش های سکولار را محدود می سازد. یعنی تعریف افرادگرایی از نظر کسایی که گزارش نوشته کردند یعنی مدارس دینی را بر اساس از او ایر محق قرار دادن، مقیاس قرار دادن و درباره مدارس دینی یا پانتون ها والی طبعا ایران شده که روز پنجشنبه دو روز بعد فانزی سرطان یک گزارش در مورد افرادگرایی رادیکالیزم دینی در نصاب تعلیمی معارف گزارش تهیه کردن رو نشر میکنن. خب ببینید اینا میگن که افرادگرایی در این پژوهش افرادگرایی به مجموعه از ارزش ها اطلاق کردیده که قدرت سازگاری افراد با ارزش های سکولار هم حدود میسه. یعنی کسایی که با نمیتونن با ارزش های سکولار اینا تطابق داشته باشن، سازگاری داشته باشن، اینا افرادگرا هستن. طبعا اگر شما این تعریف شما قبول کنید، این تعریف شما بگیرین که هر کسی که با ارزش های سیکولار نتانست سازگار باشه و او را قبول کرده نتانست، پذیرفته نتانست ارزش های سیکولار، طبعا او بنیادگرا است. به این تعبیر است پیغمبر علیه السلام و لعظه بالله که بنیادگرا تا صحابه و خلفای راشدین هر مسلمان افرادگرا است. یعنی هر کسی که در اسلام ارزش های سکولار با او تطابق سازگار شده نمیتونه، او را پذیرفته نمیتونه، او را قبول کرده نمیتونه، او افراطی است، اکستریمیست است، فاندیمنتالیست است و او به تعبیر غرب دشمن دموکراسی غربی، دشمن غرب، دشمن ایالات متحده آمریکا است و بلند و این تعبیر افرادگرایی است. و شما متوجه باشین که قضیه وقتی که اونها اعتدال میگن معتدل، تعریف معتدل این خیلی مهم است، باید ما تشخیص بدیم کی معتدل است کی معتدل نیست. لیکن تعریفی که از اعتدال مسیر راند ارائه میکنه، من دیگه دوایر غربی را ارائه میکنه، او یک تفسیر خاص خودشان است. یعنی به این خاطر خیلی متوجه باشیم که ما یعنی معتدل از نظر مطابق اسلام دین اعتدال است، دین توازن است، این همه چیز است. لیکن معتدل مسلمان از نظر مؤسسه راند دو استشراق و دوائر استشراقی و از نظر مدرنیستا و نوگراهای دینی به اصطلاح خودشان، روشنفکرهای دینی به اصطلاح خودشان، اینا افرادگرا هستند. هر مسلمان دیگه افرادگرا است. مثلا مسلمانی که میخواد که باید تنها اسلام، مسلمانی که میخواد که حدود شریعت تطبیق شه و قوانین اسلام نافذ باشه، حجاب وجود داشته باشه، عدالت اجتماعی برقرار باشه، اسلام در زندگی، در اقتصاد، در سیاست، در اجتماع، احکام اسلام تطبیق شه، اسلام در هر عرصه زندگی انسان حضور داشته باشه، طبعا این اسلام و این هر مسلمان میخواد. هیچ مسلمان نیست که اینو نخواد و جزئی از مبادیات دین است. به خاطر کسی که با این دید و نظر باشه از نظر مؤسسه راند و از نظر
کسایی که طرف حمایت مؤسسه ایران سایر دستگاه استشراقی هستند افرادگرا خوانده میشن. تشویق همکاری میان مدرنیستا و سنتگرایانی که به اهداف مدرنیستان نزدیکتر میشوند. حالا شما ببینید که تمام ببینید به طور مثال که اینا میخوان که مدرنیستا را به صورت تکتیکی نوگراها را نوندشا را اینا را با سنتگراها کسایی که محافظه کار میگن شما یا تردیشنالیست را با هم نزدیک کنند زده بنیادگراها. یعنی شما میبینید که در این آخر به طور مثال یک تکیز خیلی شدید است که کسایی که مدرنیستا یا روشنفکرهای به اصطلاح دینی یا نواندیشا یا ابتداد فکر استشراقی که با امام به ابوانیفا و سایر ائمه اهل سنت هیچ نسب و پیوند فکری و اعتقادی ندارن، اینا میخوان با استفاده از نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میخوان که یک فتنه ایجاد کنن و با استفاده از نام مذهب حنفی میخوان که حرکت های اسلامی را، حرکت های بیداری اسلامی را اونا بکوبن و به اسلام میگن ما اسلام امام ابو حنیفه را ترویج میکنیم، در حالی که اسلام امام ابو حنیفه اینا با اسلام امام ابو حنیفه و مذهب حنیفی هیچ نسبت ندارن و صرف از این فقط یک ترفند است که استفاده میکنن. میراث بردار وارث امام ابو حنیفه علیه رحمت الله خب با کسایی است که اونا با فکر امام ابو حنیفه، با عقیده امام ابو حنیفه، با مذهب و فقه امام ابو حنیفه علیه رحمت الله، با اجتهاد فقه امام ابو حنیفه علیه رحمت الله اونا پابند هستند، التزام دارن و بخوان که با مذهب فقه و مذهب انتقادی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، مذهب اهل سنت در مجموع و تطبیق شود، در جامعه حضور داشته باشه، فقه حنفی حاکم باشه، شریعت اسلامی حاکم باشه. لیکن اینا میخوان شریعت و فقه اسلامی از فکر نظر کرده با فقه اسلامی در بست اینا مخالفت میکنن، او را بیارزش تلقی میدن و امور کونه و فرسوده میشوارن. از طرف دیگه به خاطر یک ترفند، به خاطر یک فریب اینا به شکل تکیکی از استفاده میکنن و از این فقط فقط تطبیق اینمی بند به گزارش ماسی رمز که تشویق همکاری میان مدرنیست ها و سنتگرایان که به اهداف مدرنیست ها نزدیک ترند ها. آموزش مناسب سنتگرایان جهت بسیج آمادگی بهتر در مناظره با بنیادگرایان، یعنی تقابل قرار بدن مثلا به نام مذهب و مذهبی و با حرکت های اسلامی. بنیادگرایان اغلب از فنون بیان و سخنوری بهره مندند، ولی سنتگرایان توان نفوذ و تاثیر زیاد بر عوام را ندارند. مقصدشان ما ائمه و خطبای مساجد است، خارج فوارق های مدارس دینی. در مناطق همانند آسیای میانه ممکن است سنتگرایان با آموزش اسلام ارتودکس نیاز داشته باشند تا بتوانند ادعاهای خودشان را بر کرسی برسانند، یعنی یک راه علی دیگه استفاده کنند. افزایش حضور و چهره مدرنیست‌ها در نهادهای سنتگرا، یعنی اینا را وارد وزارت های اوقاف، مدارس دینی، پانزده شرعیات شما اینا را وارد کنین تا اینا از این طریق با سوء استفاده از این فرصت افکار خود نشون بدن. خب و همچنان نام این که تمایز گذاشتن میان بخش‌های مختلف سنتگرایی، یعنی فرق کنین در داخل سنتگرا، تشویق آنهایی که به علاقه زیاد به مدرنیسم دارند همانند هوادار مذهب حنفی در برابر دیگران. بیشترش با شما عرض کردم ببینید که راند متاسفانه خود میخواد که با استفاده از نام مذهب حنفی که با مذهب حنفی هیچ نسبت و هیچ نسب ندارن اینا میخوان استفاده بکنن. خب همانند هوادار مذهب حنفی در برابر دیگران جنگای مذهبی در بزنند، تشویق آنها به ابراز عقاید مذهبی خود عمومیت بخشیدن با آن در جهت تضعیف اقتدار حاکمان و پسگرای وهابی. این امر که از یک طرف به سرمایه آنها وابستگی دارد، یعنی پول وهابی ها که در خدمت مکتب حنبلی های محافظه کار قرار می گیرد، و از سوی دیگر به دانش آنها بستگی دارد، بخشای از جهان اسلام از بکارگیری و تفاسیر قوانین اسلامی آگاهی ندارند. تشویق و محبوبیت و پذیرش صوفی گری، در شک نیست که تصوف یک بسیار فرهنگ بسیار همیشه موجود بوده و تصوف هم تصوف خوب و خراب و داره، تصوف سنی است ما، لیکن تصوف یک فرهنگ زهد، تصوف تقشف و الهیات ربانیت مردم از طرف مادیگری به طرف معنویت دعوت کردن، این یک جزء بسیار مهم فرهنگ اسلامی ما بوده و هست و ما تصوف سنی داریم، تصوف حسن بصری و رابعه ادوی و مثلا تصوف شیخ عبدالقادر جیلانی علیه رحمت الله و تصوف خواجه عبدالله انصاری و ابن القیم اینا ابن القیم و دیگه متصوفین، این تصوفی که لا غبار علیه، یعنی اما تصوفی که بر اساس خرافات استوار باشه، بر اساس دور کردن مردم از احکام ارزش‌های دین استوار باشه، خرافات و یک در شکل دجال خود بگیره، طبعا این مرفوض است.
لیکن واسه ایران تلاش میکنه به خاطر سرکوب کردن و کوبیدن حرکت بیداری اسلامی و چیزی که آنها بنیادگرایی میخوانن نشاطگرایی میخوانن به دیگر تشویق کنین بر علیه دیگر تشویق شود. بنابراین طبعا این چیزی دیگه است که باید ما به این متوجه باشیم. خب به هر صورت میخوایم ما فقط بخیم دیدگاه های مستشرقین